گفتم به چمن خیلی خوش اومدین. ماما دوستش یه آهنگ جدید داده. اسم آهنگش رویای من رپ بود نه پوله. قبل از هر چیز باید بگم این شجاعت و نبوغ رپر رو میرسونه که اومده دقیقاً تیکه‌ای که توی یکی از آهنگاش قبلا گفته و هیتراش همون رو برای مسخره کردن و هیترش استفاده میکردن و اسم آهنگش گذاشته. کار ساعت 6 اومده، هیچ تبلیغ و حواشی قبلش نبوده و مشخصه که بیشتر کار دله و در مورد همین هیتاش و قبل از اینکه اصلا آهنگو بشنویم میدونیم در مورد چی است. بی‌صبرانه منتظرم که آهنگو بشنوم. فقط قبل از اون یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید، ساعتتون نپره و حتما ما رو سابسکرایب کنید. بریم آهنگو بشنویم. خب از همه اینترو کار مشخصه دیگه، کار دلیه، فقط میخواد حرف بزن. هنون قدی نیستم که سانومو شل نکنه پود، یه لیمیت ست جردن گرون، معکوس بکشم با دوچ کف ترون، با دست بدی رو بیل بورد منو نشون. هنون راست میگه، تش یه کنسرت گذاشته یه آکادمی داشته، مگه چقدر پول در آورده؟ میلیاردر که نشده. نشون هنون میچرف سوره ندیده هم بم، فاصلم تا 30 سانته، نمیخوام دستم جای دراز شه ببینم بند مسافران یا آژانس سر پیری. نون خونم تپش قلب بگیره، سنم از تلفنای بانکه بوک خالی پرپرانولا رو تاقچه. پرپرانول یه قرصه که برای ضد استرس اگه شو نکنم میخورنش و میگه نمیخوام به پیری به جایی برسم که بخوام قرص ضد استرس برای فقر بخورم و مثلا زنم نگران این باشه که بانک زنگ نزنه قرض و قوله و این چیزا. یادش دیشنی تو سیر زمین ها داشته، مرد دیگه پیر مرد این خونه، چیزی ازم نمیمونه، هر رپر بازنشسته و تتمه یه پولش بوش میدم جوونیمو چون نکرد و میتونست. تو اون موقع هم هستی دیگه ها، هستی موقع خنسی قرض بدی به ما گوش میدم تو ماشین های خطی به صدام، چقدر غمگین شرام. راست میگه، کسایی که الان هیتش میکنن چرا پولو میخوای، مگه مثلا موقع نیازش اصلا همین الان بهش پول قرض میدن؟ کار به پیریش نره، پیری که دیگه اصلا اگه اصلا رپ نخونه کسی نگاهش نمیکنه و تا زمانی که جوونه، تا زمانی که محبوبه باید اگه میتونه پول در بیاره پولشو در بیاره، ولی مشکل اینه که خب از راه درست در بیاره. میدونم کنسرت بذار اوکی، ولی یه جوری استفاده نکن که مثلا فکر کنن داری اشتباه انجام میدی، مثلا تبلیغ سایت بیت نکن دیگه، یا آکادمی تو اینقدر زیاد پول نگیر. نمیدونم، حتی خودم رو میبنده به سکام، سرنوشت منه یا تصمیم نظام. میدونی داشت اوه الان جواب خودم رو داد، سرنوشت منه یا تصمیم نظام. اگه مثلا نظام همکاری میکرد به اینا مجوز رو راحت میداد، مجوز رو خیلی سخت میگیرن، و یا اجازه کنسرت رو میداد. اینا که مثلا سیاسی خون نیستن، اینا که ضد اجتماع نمیخونن. اگر که میتونستن کنسرت بذارن خود نظام اول سود میکرد، چون که خیلی رپ الان بازدش زیاده و به جایی که پول ببرن ترکیه اونجا یه دونه کنسرت بذارن در سال 30 تا 1000 تا میتونستن توی خود ایران بذارن. مثلا همین یاس، همین شای اگر میذاشت میدونی چقدر میترکود و برد برد بود دیگه. هم نظام پول از کشورش خارج نمیشد، میچرخید یه درصدی هم گیر خودش از مالیات میومد، هم رپرها اینقدر بدبخت و آوار نبودن. تصمیم نظام میدونی داشتی، ترسیده چشام نیستی که به جام، وقتی موام داره سفید میشه و حسرت به دلم در قصه میباره از پنجره غم، رفقای پاپ خونه تسنه بگن و پیک بزنم با رپ کردن من بپام. خیلی واقعا زور داره که پاپ خونه مثلا میرن پاپو میخونن، پولو در میارن، کنسرتو دارن، ولی میان مثلا از رپ تعریف میکنن. بالاخره همه دارن به سمت رپ میرن، یه علاقه بهش دارن، ولی حتی خود تلویزیون و صدا و سیما که حالا تلویزیون و رسانه و اینا هم برای مسخره کردن و بازده بیشتر از رپ میگه، ولی کاش میتونستن کنسرت هم بذارن. دنه من ای بپام حسابم کم کم بکشم، ای من قد چششم ای پنچر بششم، دیگه بالا میارم از معنیشم، سرم و کرد بالا دستم و زیر سنگ، یادم میومد صدای سوزامون شپت، میدیدم تو دستم پول آروم شم، اما کسی بگیر تا خونه بامون چپ، یکی باز نکرد دو سرم و توی بارون چپ. ولی احساس میکنم اینجوری خوندن شایع قدیم بیشتر تاثیر میذاشت و دلی تر بود تا الان که مثلا هنوز از فقر قدیمش میگه. نمیدونم چرا.
روشن دیدم آرزوام نمیخونه با بودجم یه کول پر تراکه پشت پامون زخم اما ای لحظه نمیدیدی تو چشام و شک رویای من رپ بود دپو راره رویای من رپ بود دولویتش شما را خب بود یه و یه رو در اومده رویای ما هم پول کارا رو فروختیم زندگیمون رو چرخون میگه رویای من رپ بود و دیدم از همین رویام که رپه میشه پول در آورد و پول در آسایش و آرامش همیشگیه پس چرا ازش در نیارم؟ خیلی باش موافقم راست میگی تو به یه جای رسیدی یه استعدادی داشتی باید ازش پول در بیاری ولی داداش از راه درستش میدونم حالا نظامم سخت گرفته کنسرت و مجوز و اینا نیست ولی سعی کن یکم درست‌تر مثلا با فروش آهنگ با یوتیوب با این چیزا در بیاری نه اینکه بخوای نمیدونم برای عکس گرفتنت پول بگیری یا تبلیغ بت کنی یا نمیدونم کنسرتت خیلی دیگه گرونتر بگیری و یا مثلا یه حاشیه‌ای که حالا دیگه مافیای رپ و این چیزایی که حالا با مجهول و بقیه داشتین چرخون شکرت خدایا شکرت زیاد نذاشتی غرق شه تو جوب کشتیام داشت خسته میشد همه اون اشتیاق سخته وقتی میگی از بلند پروازی ها تو گیر نون شبی همه فکر میکنن چیزی زدی سخته چند سال لبینن دستت کیسه خرید سخته وقتی تو نگاه دورت حس میکنی یه دیدی نتونستی و سخته وقتی زیر قصی و یارو بهت میگه بخند بگیر سلفی و اینجا رو واقعا باش موافقم به آدم ها تو شرط مختلفی هن بعد طرف مثلا پول نداره زیر قرض کنسرت هم که نمیتونه بذاره باید خوابشو ببینه بعد میره تو خیابون یارو مثلا پول داره و میگه بیا با هم سلفی بگیریم پول ندارم هیچی ندارم این شهرته به چه دردم میخوره اینو راست میگه ولی با زمین نظر من احساس میکنم که قبلا خیلی دلیتر بود شایه بیشتر به دل میشست و نمیدونم چرا الان دیگه مثلا اونجوری نیست شاید کاره که کرده و علتش هم این بوده که اتفاقایی که براش افتاد همه با هم بود یعنی کنسرتش نمیدونم این تبلیغ دوباره بتش و اینا بتش که نه بت بقیه همش با هم بود آکادمی اینا همش پشت سر هم شد و اگه مثلا با فاصله زیادی میشد و قبلا اینقدر نمیگفت که رویای من رپ بود و همش از بدبختی و بیپولی به خونه یهو مثلا همش تغییر کنه همش پشت سر هم بشه شاید اینقدر هیت نمیشد چون واقعا هم حقش نیست بنده خدا حالا درسته یه جایی خامی بازی در آورد ولی در این حد هیت هم کار درستی نیست چون زحمت کشیده برای کارش فیو سخت وقتی شعر می نویسی نام بهت بدم بری داد سرا با وسیقه همون رفیقات درا که بهت بگفتن این کار نمیشه نون و آب برات راست میگه دیگه این سرنوشت منه یا نظام برام اینجوری نوشته که بری زندان کسی برات وسیقه بذاره که بگی رپ نون و آب نمیشه نه کسی که مثلا از رپت خوشش بیاد واقعا این چیزیه که برای همه رپرها ممکنه پیش بیاد سخت‌تر همه این حتی تو بهم بگی پول دیدی شلوار چند تا شد نگاه رفتار و حرف تو حق با تو این تش خیلی دلی گفت یعنی خیلی دیگه بیش از حد دلی گفت بود شاید واقعا یکی از تاپ ترینای رپ ایرانه البته الان یه کوچولو اوف کرده صد به قبلش که یه قول قدر بود مثلا تنگی نفس که دیگه تو اوج خودش بود اما اینقدر مثلا اوف شدید نبوده و هنوز جزو یکی از تاپ ترین‌هاست میتونه بهتر از اینم باشه و با حرفاش هم تا حدی موافقم رپرها واقعا تو ایران سختی میکشن اما هر کسی آزاد هر کار دلش میخواد بکنه حتی اگه از نظر من مثلا اشتباه باشه مثلا تبلیغ بتش مثلا اون آکادمیش که پول گرفت خیلی چیزای دیگه اما رپر آزاده هر شخصی آزاد که هر کار دلش میخواد تا جایی که به بقیه ضرر نمیرسونه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه حتما نظراتتون در مورد این ویدیو برام بنویسین و لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموشتون نشه تا ویدیو دیگر بدرود